بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب اندر اون چی در ذبح برای غیر الله آمده است برای چی گفت باب اندر اون چی آمده است و نگفت از جمله شرک اکبر ذبح برای غیر الله است یکم خواست است که طالبین را برگرفتن حکم از دلیل مشق دهد و این از تربیه علمی است. دوم یا که ذبحی برای غیر الله به دو قسم تقسیم می شود جائز و شرک اکبر. دلیل اول و دوم یکم و فرموده الله تعالی که فرمود بگو هر آینه نماز من و حج و قربانی من و زندگانی من و موت من همه برای الله است. پروردگار عالمیان او را شریک نیست. تا آخری آیت. دوم الله سبحانه و تعالی فرمود پس نماز گذار برای پروردگار خود و شتر را نهر کن. الله سبحانه و تعالی فرمود بگو برای این مشرکان قائم شدن را به توحید و خالص ساختن اعلام کننده بگو نماز من یعنی عملهای بدنی من و بهترین آن نماز است خواه فریضه باشد یا نفل و قربانی من یعنی مال کشته شده من عملهای مالی من و بهترین آن برای الله تعالی مال کشتن است و حیات مرگ من یعنی در من تصرف کردن و اراده کردن امر من در حال حیات و مرگ از آن الله تعالی است اول مسلمانان یعنی یکم اولین اضافی است یعنی من اول مسلمانان این امت هستم دوم اول مطلق است و مراد بزرگترین مردم از روی اسلام و اطاعت کننده ترین آنها در امتها هستند و قربانی کن یعنی قربانیت را برای الله کن همان گونه که نمازت برای اوست و قربانی از جمله عبادت هاست اقسام قربانی یکم زد برای الله تعالی مانند هدیه و قربانی و عقیقه صرف آن برای غیر الله شرک اکبر است دوم ذبح روا مانند به خاطر گوشت و احترام مهمان و تجارت ذبح کردن است سوم ذبح برای غیر الله از روی محبت و تعظیم این شرک اکبر است مانند ذبح کردن برای صاحبان قبرها و جنها دلیل سوم از علی رضی الله عنه روایت است که او گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا به چهار کلمه سخن کرد الله تعالی لعنت کند کسی را که برای غیر الله مال میکشد الله لعنت کند کسی که پدر و مادرش را لعنت میکند الله تعالی لعنت کرد کسی را که بدعتکاری را جای میدهد الله لعنت کرد کسی را که علامتهای زمین را تغییر میدهد حدیث با روایت امام مسلم لعنه یعنی لعنت از جانب الله همان راندن و دور ساختن از رحمت الله تعالی است احتمال دارد که این صلی الله علیه و سلم خبر می دهد که الله لعنت کرد کسی را که برای غیر الله ذبح کرد یا او دعا میکند ای الله لعنت کن کسی را که برای غیر الله ذبح کند دلیل چهارم از طارق ابن شهاب رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند مرد به خاطر پشه داخل جنت کردید و مرد دیگر به خاطر پشه داخل دوزخ کردید صحابگان گفتند ای رسول الله صلی الله علیه و سلم این چگونه است فرمودند دو مرد به نزد قوم گذشتند که آنها بت داشتند کسی از نزد آن قوم نمی گذشت تا برای آن بود چیز قربانی کند پس به یکی از آنها گفتند قربانی کن گفت من چیزی ندارم قربانی کنم برایش گفتند اگرچه پشه هم باشد قربانی کن پس پشه قربانی کرد پس او را رها کردند پس داخل دوزخ شد و برای دیگریش گفتند قربانی کن گفت من برای یگان چیز به جز الله قربانی نکردم پس گردنش را زدم پس داخل جنت شد حدیث با روایت امام احمد در حدیث آمده است در پشه یعنی در اینجا به معنای سبب است یعنی به سبب پشه مسئله ها از این موضوع
یکم تفسیر آیتی بگو البته نماز و حج من. دوم تفسیر آیتی پس برای پروردگار خود. سوم بلعنت شخصی که برای غیر الله مال میکشد شروع کردن، زیرا که اون از جمله شرک است و حق الله بزرگترین حقوق است. چهارم لعنت کردن شخصی که پدر و مادرش را لعنت میکند، یعنی پدر و مادر مرد را لعنت میگویی پس او پدر و مادر تو را لعنت میکند، زیرا سبب و منزله مباشر است یا مباشرتاً والدینش را لعنت میکند. پنجم لعنت کردن شخصی که بدعتکار را جای دهد و آن مرد است که بدعتی را پیدا میکند در وی حق الله واجب میشود پس به کسی پناه میبرد که او را از این پناه دهد و کسی آنها را نصرت دهد. از کسی که آنها را حمایه میکند جزایش سختر و بزرگتر است و پیدا کرده میباشد، و این که یکم در دین پیدا کردن مانند بدعت هایی که جهمیه و معتزله و رافضیان و غیرشان پیدا کردن. دوم در کارهای امت مانند جریمه ها و شبیه آن پس دزدان و راهزنان را جای پناه می دهد. ششم لعنت کردن شخصی که نشانه های زمین را تغییر می دهد و آن نشانه هایی که بین حق تو و همسایه ات فرق می کند پس آن را به پیش و پس کردن تغییر دهید. هفتم بین لعنت شخص معین و لعنت گناهکاران به طور عموم فرق دارد. اول ممنوع است و دوم جایز است. پس شخص معین را حق لعنت کردن ندارید و اصل مطلقا لعنت کردن جایز نمی باشد. هشتم این قصه بزرگ است و آن قصه پشه است بر قول دروز بودن آن. نهم آمد و سبب این پشه که قربانی کرد داخل دوزخ شد که قصد شرک را نداشت بلکه به خاطر خلاص شدن از بدی آنان انجام داده بود، زیرا مجبوری در امتهای سابق عذری مقبول نبود. دهم دانستن اندازه شرک در دینهای مؤمنان، چگونه که شخص بر کشتن صبر کرد و درخواست آنان را موافقت نکرد و وجود این که آنها تنها عمل ظاهری را طلب کردند. هرگاه در موافقت و صبر نکردنش بر اسلام ضرر باشد پس او صبر میکند و گاه صبر واجب میباشد. یازدهم شخصی که داخل دوزخ شد مسلمان بود، زیرا اگر کافر میبود نمیگفت و خاطر پشت داخل دوزخ شد پس قربانیش همان سبب داخلی آتش شدنش شد. دوازدهم این حدیث شاهد حدیث صحیح است. جنت به یکی از شما از بند نعلش قریبتر است و دوزخ مثل این است و مقصد از این ترغیب و ترس دادن است. سیزدهم معرفت عمل قلب همان مقصد بزرگ است حتی در نزد بت‌پرستان و دوای قلب قرآن و سنت است پس قلبت را به دنیا مشغول نساز. هرگاه انسان بر کفر مجبور کرده شود آیا بهتر برایش این است که صبر کند و اگرچه کشته شود یا ظاهرا موافقت میکند و تعویل میکند؟ یکم در ظاهر و باطن موافقت کند و این جایز نمی باشد زیرا این مرتد شدن است. دوم در ظاهر موافقت کند نه در باطن ولیکن قصد خلاص شدن از مجبوری را دارد پس این جایز است. سوم نه در ظاهر موافقت کند و نه در باطن و کشته شود این جایز است و این از جمله صبر است. این در حال است که موافقت کردن در مجبوری نتیجه از ضرر در دین برای عامه است، وگر نه در ظاهر موافقت کند نه در باطن. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.